قضیه است. قرار بود سال گذشته فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به بهره برداری برسند. از این دو فاز روزانه 50 میلیون متر مربع گاز به خطوط لوله سراسر کشور و برای صادرات تزریق میشد. اما این اتفاق نیفتاد. دلیل آن نبود سرمایه، کنار رفتن سرمایه گذاران خارجی به دلایل سیاسی و موضوع تحریم هاست. هرچند دولت احمدی نژاد خبر از افزایش مداوم سرمایه گذاری های خارجی در بخش های اقتصادی ایران به ویژه نفت و گاز می دهد، اما در عمل اتفاقاتی می افتد که همه سرمایه گذارهای خارجی رویارویی دولت نهم را نقش بر آب می کند. حضورتون عرض کنم که خبر دارید که آقای جورج بوش چند روزیش در خاورمیانه هستند. ایشون هم اکنون که با شما صحبت میکنم باید در عربستان باشند، در ریاض باشند. ایشون به بحرین رفتند، به امارات متحده عربی رفتند، به کویت رفتند. میدونید که آمریکا در کویت 15,000 سرباز و اونجا یک اصطلاح یک پایگاه بزرگ نظامی داره، در بحرین داره، در عربستان به همچنین داره. و از اونجا بعد از صحبت کردن با این به اصطلاح کشورهای کوچک و رهبرانشون به عربستان رفتن. در عربستان با ملک عبدالله پادشاه عربستان صحبت کردن و نهایتاً قبل از اینکه البته به اونجا برن به اسرائیل رفتن، با آقای اهود اولمرت صحبت کردن، با آقای محمود عباس صحبت کردن. و این در واقع یکی از آخرین هدفهای سیاسی دولت بوش و خود پرزیدنت بوش بود که به نظر من، این نظر منه، تمام این مسائل برای هماهنگ کردن حمله نظامی آمریکا به حکومت اسلامی است. این نظر منه و با تمام وجودم بهش اعتقاد دارم. از طرف دیگه آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دیشب به طرف عربستان سعودی رفتند. ایشون هم داره میره به عربستان اول، بعد میره به امارات، بحرین و کویت. و نهایتاً آقای سارکوزی قبل از اینکه سفرش رو شروع بکنه یک جنجال سیاسی در فرانسه به راه انداخت و در یک مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها اگر اشتباه نکنم الحیات اعلام کرد که کشورهای نظیر مثلا امارات و عربستان و نمیدونم این همین کشورها جلو میخواد برن ایشون ببینن، اینها باید نیروی اتمی، صلح‌آمیز اتمی داشته باشن. در واقع ما داریم وارد یک فاز جدید میشیم و ایشون سفر آقای جورج بوش رو حمایت کردن و در واقع میخوان یکی از سهامداران و یا یکی از شرکای طرح جدیدی باشن که به زودی اتفاق میفته. و آقای بوش در سفرش با چندین خبرنگار که صحبت کردن علناً مثل گذشته محکم حکومت اسلامی رو به حمایت از تروریسم بین‌المللی، حمایت از بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق و افغانستان محکوم کردند و نهایتاً با صراحت گفتن که رژیم اشغالگر اسلامی یک رژیم تروریست پرور و یک رژیمیه که برای صلح جهانی خطر آفرینه. اینها همه صحبت‌های جنگیه، یعنی در واقع اون بیانیه یا اطلاعیه که از طرف 9 سازمان اطلاعاتی آمریکا بیرون اومد یواش یواش داره کم رنگ میشه. و از طرف دیگه ما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دیگه داریم یواش یواش هی جلو میریم و ماه نوامبر انجام میشه، ما میبینیم از دموکرات‌ها آقای خدای من اسم این آقا رو همچین زیاد نه به زبونم میاد نه تو مغزم میخوام نگه دارم، این آقایی که رنگ سیاه هم دارند، من اوباما، بله مرسی آقای اوباما، من فکر میکنم اگر آمریکا در انتخابات آینده رئیس جمهور دموکرات داشته باشه بزرگترین فاجعه برای آینده اقتصادی آمریکاست
من حالا یه ده میگن آقای بوش اومد و جنگ را انداخت و اقتصاد خراب شد و اینها، نه به نظر من اقتصاد خراب ما میره زمان آقای کلینتون به این طرف، چون اقتصاد در زمان یه رئیس جمهور خراب نمیشه، این یک روند اقتصادی سعودی نزولی داره و کاری که آقای بوش کرد ما شکوفایی اقتصادی آمریکا رو در دوره دوم هر رئیس جمهوری که حالا بعد از آقای بوش بیاد خواهیم دید. این حرف من رو هم یک جا بنویسید، من 30 سال اینجا دارم تو کارهای اقتصادی و بار کار میکنم. حالا ممکنه این توده یا و اکثریتی ها و این نکبت های حکومت اسلامی که دنبال این دموکرات ها که همشون هم نوچه های مغزی سیاسی اروپایی ها خصوصا انگلستان هستن، از این حرف های من خوششون نیاد. من امید آرزوم اینه که، یعنی من امیدم اینه که دارم روشم کار میکنم، من امیدوارم آقای مکین رئیس جمهور آمریکا بشه یا یه نامزد دیگه هم ما داریم در ریپابلیکن ها، اون گاورنر قبلی اگر اشتباه نکنم همون جایی که اون آقای جلیل کوریانی هستش اگه اشتباه نکنم اونجا بوده. و هر جل من مکین رو دوست دارم. اینی که باید حالا بشینیم و ببینیم کارها به کجا میره، در همون پرژین پکی که آقای خسرو شکیب اومدن در تمام تلویزیون ها آگهی گذاشتن، اینجا ما با هم 1.5 ساعت صحبت کردیم و یه سری پریدن و نک زدن و توک زدن و آقا و این خارش بناش دیوارش کج گذاشته شده بود، اون دیوار کج شکست از میدم، دیوار جدیدی داره میره بالا، اون دیوار که شما هم میگفتین جای بد بوده و لجنزار بوده و کثافت بوده اون دیوار شکسته شد. داریم اصل کار مهمه، پرنسیپال کار مهمه، هدف مهمه، چگونگی رسیدن به هدف مهمه و اون اینی که 150,000 نفر 200,000 نفر ایرانی آمریکایی رو بتونیم زیر یه چتر جمع بکنیم و دنبالش بریم و این طرح رو به ثمر برسونیم. تموم شد رفت، عقده و کینه و نمیدونم دشمنی و این حرفا رو میذاریم کنار، میریم اولا در تظاهرات یا دیده بازدید نوروزی شرکت میکنیم، همه میریم همبستگی جایی بخوان بکنن، اگر ببینیم رد پای حکومت اسلامی درش نیست، نابودی حکومت اسلامی رو میخواد، منشور حقوق بشر باید باشه، آن سکولاریزم باشه، جدایی آقا میکنیم دیگه، دیگه تقیب بده نقیب بده، تودهی نباشه، اکثریتی نباشه، اونی که زیر عبای آخوند رفته نباشه، اونی که از آخوند هنوز از اصلاح طلبی مقبول نباشه، هرکی باشه میریم آقا بریم ببینیم چجوری میتونیم کشورمون رو نجات بدیم. زودتون ارز کنم که ساعت چنده جانم؟ 5:08. یه نکته ای رو که آقای جورج بوش، آقای سارکوزی، آقای گوردون براون و میدونی که آقای البرادعی در همین 24 ساعت گذشته در تهران بودند، من البرادعی